حج اینجا تمام شد، میخوانیم سوره مبارکه مؤمنون را. اولا مناسبت این سوره، این سوره مؤمنون سوره مکی هست، 74مین سوره هست. مناسبت این سوره را عرض کنم که در سوره مبارکه حج شما اول خواندید یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. ای مردم از خدا بترسید، زلزله قیامت حادثه بزرگی است. واقعا اون زلزله که اتفاق بیفته حادثه بزرگی اتفاق میفته. پس از اون عذاب دور کنید خودتون را، از اون عذاب خودتون را نجات بدید. معنی همینه. خب راه نجات از اون عذاب چیه؟ در سوره مؤمنون بیان شده، در 10 آیه اول خدای عزوجل راه نجات را بیان فرموده. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اینها حسن راه کار چی؟ نجات. پس اون چیزی که در سوره مؤمن، در سوره حج گفته شد، در سوره مؤمن راهنمایی شد، توضیح بیشتری داده شد. و این ابتدا این سوره 10 آیه می آید. درباره این 10 آیه فضائل زیادی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان شده. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند لقد انزل علی 10 آیات. ای مردم 10 آیه بر من نازل شده که در این 10 آیه 7 صفت بیان شده. لقد انزل علی 10 آیات من اقامهن دخل الجنه. 10 آیه بر من نازل شده که هر کسی این 10 آیه را عمل کند و اینها را در زندگی خودش پیاده بکند وارد بهشت میشه. لذا عرض کردم در این 10 آیه 7 صفت است که این 7 صفت را اگر ما انشاءالله داشته باشیم، عامل باشیم به اینها، اون وقت بهشت الله مال ما است. اون 10 آیه، این 10 آیه اول هستند. قد افلح المؤمنون، همان رستگار شدند مؤمنان، کامیاب شدند مؤمنان، اونهایی که ایمان واقعی دارند اونها کامیابند. کی هستند این مؤمنان؟ صفات این مؤمنان چی هستند؟ وصف اول، الذين هم في صلاتهم خاشعون، آنهایی که در نمازشان خشوع دارند، در نمازشان فروتنی دارند. ببین وقتی که نماز میخوانیم حواسمون به نماز باشد، توجهمون به الله باشد، در قلب خشوع باشد. حالا کسی سوال میکنه آیا خشوع همینی که در دل فقط داشته باشی؟ ببینید اگر در دل شما خشوع داشته باشید، آثارش بر ظاهر هم خواهد آمد. دست و پای شما، نوع ایستادن شما، نوع نگاه کردن شما، نوع دست بستن شما، خود به خود از اینجا هم اون خشوع مشخص میشه. پس خشوع تنها مربوط به قلب نیست، به ظاهره. ظاهر تابع قلبه، ظاهر پیرو قلب هست. یک کسی در نماز بود، با ریشش داشت بازی میکرد، نماز میخواند و داشت با ریش بازی میکرد. رسول الله صلی الله علیه وسلم از دور دید، فرمود که لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. اگر قلبش خشوع داشت، دست و پایش، جوارحش هم چی داشت؟ خشوع داشت. این که داره بازی میکنه با لباسش، با ریشش، با دستهایش، این در درونش هم هیچ توجهی به نماز. پس وقتی که درون ما خشوع داشته باشه، برون ما هم چی؟ خشوع خواهد داشت. اون وقت بیستیم، چنان میستیم که کاملا خاشعانه هست، توجه به طرف الله است. این طرف اون طرف را نگاه نمی کنیم و تمام بدنمون را نمی خارانیم، تمام بدنمون را باش بازی نمی کنیم. لذا الله می فرماید الذين هم في صلاتهم خاشعون،
آنهایی که در نمازشان خشوع دارند اینها کامیاب هستند. این وصف اول. وصف دوم، والذین هم عن اللغو معرضون، کسانی که از لغویات اعراض میکنند. لغو چی را میگویند؟ لغو از نظر معنای فارسی هر کار بیهوده لغو است، هر کاری که در اون بیهودگی باشد. اما لغو، لغو کوچک هم داریم، لغو بزرگ هم داریم. لغو بزرگ، بزرگترین لغو شرک است. شرکی که از لغویات بزرگه. و لغوهای کوچک بقیه کارهای لایعنی، کارهایی که هیچ فایده توش نیست، که خود انسان وقت تلف میکنه، وقت ضایع میکنه. پس مؤمن کامل اونه که از همه لغو احتراز میکنه، از شرک، از کفر، از نفاق. بیا پایین تر، بیا تا یک کار لایعنی، کار بیهوده، مثل نمیدونم ورق بازی، مثل فلان بازی، فلان کارهای شد، اینا هم جز لغویات هستن. پس لغو یک کلی مشکک است، از پایین گرفته تا بالا یا از بالا تا پایین. قال الضحاك ان اللغو هنا الشرك. ببین الان چندین تفسیر کرده، همینا درسته. ضحاك گفت لغو شرک، وقال الحسن انه المعاصي كلها. حسن بصری گفت همه گناهان لغو هستند. فهذا قول جامع. این قول، قول حسن جامع است، درسته. شرک گناهی هست یا هست یا نیست؟ اونم گناهیه. عرض کنم که بازی کردن بیهوده هم گناهی هست. فهذا قول جامع يدخل فيه من قال انه الشرك ومن قال انه هو الغناء. بعضی گفتن لغو یعنی موسیقیات. لغو یعنی چی؟ موسیقی، غنا. بس وقتی بگیم المعاصی شامل شرک هم میشه، شامل معاصی دیگه هم میشه. والذین هم عن اللغو معرضون. صفت دوم مؤمنین این است که از تمام لغویات، از تمام اباطیل اعراض میکنند. صفت سومشان، والذین هم للزکات فاعلون، کسانی که زکات را انجام میدهند. زکات را انجام میدهند یعنی چی؟ بسیاری معتقدند که زکات در مکه نازل شد، تفصیلش در مدینه آمد، در آخر زندگی مکی. اما تفصیلش در مدینه که چطور زکات میدید. بنابراین اونها مراد زکات همین زکات مال، یک چلم مال را شما در راه خدا بدید. اما بیشتر مفسران مثل ابن عباس رضی الله عنهما معتقد است که زکات وقتی تو سوره های مکی می آید مراد زکات مال نیست، مراد زکات نفس است، زکات جان است، یعنی پاکی از شرک. زکات یعنی چی؟ بنده قبلا هم خدمت شما آیات را خواندم، قد افلح من تزکا. انسان کامیاب کسی که خودش را پاک بکند، از آلودگی ها پاک بکند، از شرک پاک بکند. پس والذین هم للزکات فاعلون یعنی کسانی که زکات انجام میدن یعنی افعال شرکی نمی کنند، افعال شرکی مرتکب نمی شوند. وصف چارم، والذین هم لفروجهم حافظون، کسانی که شرمگاهایشون را، عفتشون را حفاظت می کنند. کسانی که عفتشون را حفاظت می کنند. الا علی ازواجهم، مگر نیاز جنسی اگر دارند، شهوتی دارند، دو جا برایشون اجازه هست که نیاز جنسیشون را برطرف بکنند. یک جا که امروز وجود نداره، یک جای دیگه میمانه. یک، الا على ازواجهم، مگر بر همسرانشان، او ما ملكت ايمانهم، یا کنیزان، کنیزانشان، اون کنیزهایی که فروخته می شدند، داد و ستد می شدند. لذا این دو جا فانهم غیر ملومین،
این افراد قابل ملامت نیستند که نیاز جنسی را خدا پیدا کرده در وجود انسان، راه حلالش را هم خدا نشان داده. فمن ابتغى وراء ذلك، هر کسی بطلبد و بخواهد غیر از این، غیر از این دو صورت، غیر از صورت کنیز و غیر از صورت همسر شرعی، غیر از این راه دیگر بخواد، فاولئک هم العادون، این افراد متجاوزند، این افراد از حد شرعی تعدی کردند، گذشتند. ببینید غیر از این همه صورتها را خدای عز و جل تجاوز فرمودند، حرام قرار دادند. اون صورتها چی هست؟ کسی بلا نسبت العیاذ بالله به جای اینکه به پیش همسرش بره، پیش یک بیگانه میره، این میشه زنا. یا کسانی که هم جنس باز هستند، این میشه لواط. یا کسانی که بالید استمناء میکنند، با دست خودشون خودشون را ارضا میکنند، استمناء بالکف یا بالید میگویند، اینا همه حرام هستند، غیر ذالکه هستند. و همچنین ما معتقدیم که صیغه یا متعه، کسی که میره صیغه میکنه، اونم غیر ذالکه هست، اون هم حرمتش از این آیه اثباته. فمن ابتغى وراء ذلك غير زين. اولا عبارتی از تفسیر مدارک میخوانم که میگه فيه دلیل على تحریم المتعه والاستمناء بالكف لاراده الشهوه. وراء ذلك دلیل است بر اینکه هم متعه حرام است، صیغه حرام است، هم استمناء بالید، کسی ارضا بکند خودش را به وسیله دست به منظور طلب شهوت، اینم حرام است. خب در رابطه با بقیه کسی بحثی ندارد، حرمت زنا، حرمت لواط، استمناء بالید. اما درباره صیغه بعضی از افراد هستند که میگویند نه اون درسته. وقتی بگیم که اون چطور شما درست قرار میدید، دلیلشون چیه؟ میگه که اون زنی که انسان بر به صورت موقت ازدواجش میکنه، اونم زنه، اونم در علا ازواجهم داخله، اونم زن، زن صیغه ای دیگه، متوجه شدید؟ اونم زوجه هست. ما قبلا در رابطه با این موضوع یک مقداری در سوره نساء بحث کردیم، اینجا هم مقداری عرض می کنم. ببینید ما حرفمون اینه که اون زوجه نیست، زن انسان نیست. اگر زن انسان است، شما که میگی زن هست، احکامی که در قرآن برای زن هست، آیا اون احکام درباره اون زن صیغه‌ای هم هست؟ نه خیر، نیست. در قرآن چه احکامی مال زن هست؟ ببینید زن اونه که وقتی که انسان نکاحش میکنه، زوجیت با چی تمام میشه؟ با طلاق تمام میشه. بین اینها زوجیت با طلاق تمام میشه؟ نه خیر، زوجیت با اون ساعت مخصوص خود به خود تمام میشه. مثلا نکاح کرده تا ساعت 12، 12 که آمد خود به خود نکاح تمام میشه. بس ببینید زن این نیست، زن اونه که زوجیت تمام میشه وقتی که او را طلاق بده، نه اینکه با گذشت زمان. یک دوم، زن احکام دیگری هم داره در قرآن. مثلا زن وقتی که بین او و بین شوهر زوجیت تمام بشه، اون زن هنوز در عده همین شوهر است، نمیتونه شوهر دیگری ازدواج بکنه مگر عدهش تمام بشه. سه تا مریضی و عادت ماهیانه را پشت سر بگذراند. اما اینجا نه، در متعه از نظر همونایی که جایز میدانه هم این حکم نیست. اینا میگه همین که فلان ساعت آمد دیگه تمامه، یک ساعت بعد، پنج دقیقه بعد میتونه یک شوهری دیگه بگیره. پس ببینید عده‌ای که قرآن میگه عدت، اون عده
اینجا از به خدمت شما که اجرا نمیشه. سوم، ارث اونجا زن یک هشتم میبره، در بعضی موارد یک چهارم میبره، مرد از زن هم یک چهارم میبره، نصف میبره در بعضی موارد. اینجا بحث ارث وجود ندارد. خب چه زنی هست که ازش ارث نمیبری؟ او از تو ارث نمیبرد. دیگه عرض به خدمت شما که اینجا اگر این زن بچه‌ای به دنیا بیارد، نسبش از این مرد ثابت نمیشه. مثلا الان در عقد مردی هست، تازه با این مرد ازدواج کرده، قبلا معلوم نیست که با چند نفر این ازدواج را داشته، الان که بچه به دنیا میاد، این بچه مالی مرد نمیشه. در حالی که ما در نکاح داریم که بچه مالکی هست، الولد للفراش، مالک کسی است که این زن فراش اون مرد است، این زن همسر اون مرد است، وللعاهر الحجر، زانی اون سنگسار میشه. بالاخره اینجا این تفاوت ها هست، یعنی احکامی که در قرآن برای یک زن، برای یک زوجه ذکر شده، از نظر شما هم اون احکام جاری نیست. ببینید علامه قرطبی نوشته که و هذا یقتضی تحریم الزنا، این می طلبت که زنا چی بشه؟ حرام بشه. و ما قلناه من الاستمناء، استمناء بالید هم حرام، و نکاح المتعة، و نکاح متعة و موقت، لأن المتمتع بها، اون زنی که از او استفاده گرفته میشه، لا تجری مجرى الزوجات، اون به جای همسر قرار نمیگیره. از نگاه مجوزین حتی، کسانی که جایز میدونند، لا ترس ولا تورس، نه ارث میبرد و نه ارث به جا میگذارد، ولا یلحق به ولدها، و به این شوهره بچه این زن ملحق نمیشه، یعنی نسبش ثابت نمیشه، ولا یخرج من نکاحها بطلاق، و از طلاق و از نکاح این مرد با طلاق خارج نمیشه، بدون طلاق خارج میشه، زن اونه که با طلاق خارج میشه، و انها تخرج انقضاء المدت التي عقدت عليها، خارج میشه با انقضاء عدت خود به خود، و صار کالمستاجره، پس این زن مثل چی میماند؟ مستاجره میماند، یعنی کسی که اجاره شده. شما یک کارگری رو اجاره میکنی با 8 ساعت برای شما کار بکنه، و 8 ساعت بکار بکنه، این زن وقتی برای ساعات معینی کسی عقدش کرده، برای روزهای معینی، خب این مستاجره است، این زوجه نیست، اجارهش کرده. لذا به هیچ صورت اسم زوجه بر این اطلاق نمیشه. پس ما معتقدیم فمن ابتغى وراء ذلك، در این نکاح موقت یا صیغه همچی هست داخل است. الله می فرماید فمن ابتغى وراء ذلك، هر کسی بغیر از این بطلبت، فأولئك هم العادون، اونها متجاوزین هستند، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وصف پنجم مؤمنین، کسانی هستند که نسبت به امانتهای خودشان، هر امانتی در دست اونها، چه مال، چه راز، اسرار، اینا رعایت میکنن، و همچنین ششمی وصف، و عهدهم، عهد و پیمانی که با کسی بسته، عهد و پیمان را نمیشکند، رعایت میکند، و هفتمین وصف، بازم درباره نماز، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کسانی که نمازهای خودشون را محافظت میکنند، یعنی نه تنها خشوع میکنند بلکه همیشه نماز میخوانند، نمازهایشون فوت نمیشه، اولئک هم الوارثون، کسانی که این هفت وصف را دارند، اینها وارثانند. الله میفرماید وارث چی هستند؟ الذين يرثون الفردوس، کسانی هستند که وارث جنت فردوس میشوند، هم فیها خالدون، اینها در اون جنت فردوس به صورت همیشه میمانند، همیشه اونجا هستند. ولقد خلقنا الانسان
من سلالة من طين. بعد از اینکه الله تعالی بیان فرمود انسانهای موفق را، انسانهای رستگار را، حال الله تعالی دلائل عقلی را ذکر میکند. الله میفرماید همانا ما انسان را آفریدیم من سلالت، از خلاصه و سلاله و خلاصه من طین، از گل، یعنی از گل، اون گل خالص را، از اون انسان را. بعد از مرحله اون گل، مرحله دوم انسان، ثم جعلناه نطفه، سپس او را نطفه قرار دادیم، فی قرار مکین، در یک محل که مکین جا جای میگیره، مستحکم قرارگاهی برایش هست که اونجا قرار میگیره، در چنین جایی به عنوان نطفه اون را گذاشتیم، یعنی رحم است. ثم خلقنا النطفه علقه، سپس ما خلق کردیم این نطفه را به علقه، تبدیلش کردیم به لخت خون، که اینا شما خواندی قبلا تفصیلش را. فخلقنا العلقه مضغه، پس ما آفریدیم اون علقه را، مضغه آفریدیم، تک گوشتی. فخلقنا المضغه عظاما، بعد اون گوشت را ما تبدیل به استخوان کردیم و اون استخوان را باز دیگه گوشت به او دادیم. فکسونا العظام لحما، ما پوشاندیم عظام را، یعنی استخوان را با گوشت، دیگه گوشت درست کردیم. ثم انشأناه خلقا آخر، بعدا از این پیدایش دیگر، یعنی انسان را شکل بهش دادیم، زیبایش بهش دادیم. فتبارک الله احسن الخالقین، با برکت است الله، اون ذاتی که بهترین خالق است، بهترین آفریدگار است، اون ذات با برکت است. ببینید بعد از این وقتی که ما را خدای تعالی خلق کرد، خلق تمام شد، انسان صحیح سالم تندرست شیک زیبا، بعد از مدتی ثم انکم بعد ذلك لمیتون، سپس شما انسان ها بعد از این میمیرید، موت میآید. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، سپس شما انسان ها در روز قیامت زنده کرده می شوید از قبور، دوباره بلند کرده می شوید از قبور. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، الله می فرماید شما بالای سرتون نگاه کنید، ما هفت طبق گذاشتیم. سبع طرائق یعنی چی؟ هفت طبق. هفت طبق چیه؟ هفت طبق آسمان مراده. قیل للسماوات طرائق، به آسمان ها چی گفته میشه؟ طرائق. چرا؟ لأن بعضها فوق بعض، آسمان یک آسمان بر آسمان دیگه است. والعرب تسمى كل شيء فوق شيء طریقه، عرب هر چیزی که بالای هم دیگه باشه میگن طریقه. این آسمان را سبع طرائق میگن چون هفت طبق است. این یک قول. قول دوم اینه که طریق به معنی همون راه میآید، چون که این آسمان ها، در این آسمان ها راههایی هست که فرشتگان از اون راه تردد میکنند، به این خاطر آسمان را میگن سبع طرائق، یعنی هفت چیزی که همیشه راه توشون هست. قیل لانها طرق الملائکه، چون که اینها راه چی هستن؟ ملائکه هستن. وما كنا عن الخلق غافلين، الله می فرماید ما از خلقمون غافل نیستیم، همه مخلوقات را ما تصرف میکنیم، همه خلق را ما تحت نظر داریم. خب این دلیل بود، دلیل عقلی دوم توحید بود. دلیل سوم، این آسمان را که خلق کردیم، زمین را که خلق کردیم، و انزلنا من السماء ماء بقدر، ما از آسمان آب نازل کردیم به اندازه. قبلا هم این موضوع را خدمت شما عرض کردم که به قدر تفسیرش چیه؟ به اندازه نیاز. خداوند اگر کمتر از قدر ما آب به ما بده، از تشنگی تلف میشیم. بیشتر اگر از نیاز به ما بده،
خانه های ما خراب میشه، سیلاب جاری میشه، تمام دنیا را آب میگیره. لذا میفرمد به اندازه ما آب میدیم. عموما الله تعالی به اندازه میده. گاهی شما میبینید که آب گرفتگی میشه، خانه های مردم خراب میشه، اون به دلیل سوء مدیریت های خود انسان هاست، مدیریتش ضعیفه. مثلا مسیل آب بسته شده، آب باید از رودخانه بره، رودخانه جلوش بسته شده، خب خواهی نخواهی میاد تو باغات. خیلی از سیل هایی که تو همین کشور خودمون هست، مثل سیل گلستان که خیلی خرابی به بار آورد، خب دلیلش سوء مدیریت بود. یک ریل برای قطار درست کرده بودن، اون سد شده بود، اون نمیگذاشت که آب بری تو دریا بریزه، سبب شده بود که تمام آب بیاد تو دوتا شهر و دوتا شهر کلا زیر آب بره. خداوند عز و جل آب را به اندازه نازل میکنه. این ضعف مدیریت ماست که آب را خوب کنترل نمی کنیم، آب را مهار نمی کنیم. یا همین اخیراً که کنارک تمام خانه ها آسیب دیدند، هر کسی که برای بازدید رفت، نه یک کارشناس و متخصص، یک انسان عادی مثل ما میره، هم متوجه میشه این تمام مشکل مدیریت هست. چه معنا دارد که آب در کنار دریا، شهری تو در کنار دریا است. شما میدونید که دریا چقدر سطحش پایینه، هر چی آب است باید بریزه تو دریا، ولی شهر را طوری درست کردم به تعبیر مردم اونجا مثل یک ظرف غذا هست که از چهار طرفش بالا هست، خود شهر تهش پایینه، هر چی آب میاد نمیره به دریا، نمیریزه، راه جلو گرفته شده، همه میاد تو خونه ها میریزه. بس الله عز و جل یا گاهی مثلا مردم سد میبندند، این سدها مشکل ایجاد میکنه، آب را جمع میکنه، یک هم میشکنه، خرابی ببر میاد تمام زمین ها. و الا طبق همون سیل عادی و سیل عادی اگر آب بره هیچ خرابی ببر نمیاره. الله تعالی به اندازه آب را نازل میکنه. البته گاهی الله تعالی هم سونامی میاره، این نیست که ما بگیم. گاهی الله تعالی هم وقتی که ناراضی بشه یا قحط میاره یا سیل میاره، این هم هست. اما عموما دارم عرض میکنم، بحث عموم هست. الله تعالی به اندازه نیاز ما انسان ها آب میده به ما، به اندازه. الان ببینید زمین ها هم متفاوته، بعضی از زمین ها مثل زمین های گلستان اگر هر روز باران نیاد، خب اونجا قحطی میشه دیگه، چون تمام زندگیشون روی باران هست، کشاورزیه، دیمه هست. اما بسیاری از زمین ها مثل زمین ما که کویر هست، اگر تو سال سه بار بیاد کافیه که این قنات های ما آبهای زیر زمین پر میشه، بهار هم ایجاد میشه، دو سه بار پشت سر هم خوب باران بیاد، سال ما آباده. ولی این باران اگر اونجا بیاد اونا قحطی. پس به قدر بر اساس نیاز، یا قبلا عرض کردم از قول حضرت علامه مفتی متقی حفظه الله که مثلا در کوهستان ها نیاز آب نیست. اگر اونجا که در کوهستان هستیم، کوه هستیم، اگر اونجا همین بارانی که برای ما کویری ها میاد، این باران با این شدت بیاد، خب کوه دیگه همه جا سنگه، هیچ وقت تو زمین جذب نمیشه، تمام هر چی که آبادی هست میبره. اونجا خدای عز و جل به جای باران به اونها برف میده که این برف برای اونها ذخیره میشه. این برف تا 6 ماه، بعضی کوها برف چنان زیاده که به اندازه یک کوه گای بهمن میفته، چقدر ماشین و انسان تلف میشه زیرش. لذا این مناطق کوهستانی وقتی که با هواپیما میری از بالا نگاه کن، طول سال برف هست اونجا. اونجا خدا برای همین مردم ذخیره کرده، کم کم اینا ذوب میشه بر اساس نیاز و
وقتی که گرم میشه نه کم کم ذوب میشه همین جوهای کوچکشون در طول سال آب میاد تمام نیازهایشون را مایحتاجشون را از همین آب برآورده میکنند. الله عز و جل به قدر نازل میکنه، الله تعالی بر اساس نیاز نازل میکنه. عرض کردم عموما که ما مشکل مواجه میشیم این سوی مدیریت خود ماست، مگر اینکه الله تعالی خودش ناراضی بشه و از حد بیشتر یا از حد کمتر نازل بکنه. لذا الله میفرماید و انزلنا من السماء ماء بقدر، به حد و اندازه ما نازل کردیم، فاسکناه فی الارض، این آب را در زمین اسکان دادیم، اونجا برای شما ذخیره، ذخایر زیرزمینی شما زیاد میشه. و الا اگر اونجا خدا آب را ذخیره نکنه، این چاهایی که ما داریم، این قناتی که ما داریم، اینا خشک میشه، اینا از بین میره. هر سال باید 20 متر بریم ته زمین چاه را بیشتر رفع کنیم، ولی همین باران هاست که الله تعالی سبب کرده که آب همیشه داشته باشیم. و انا علی ذهاب به لقادرون، ما برای از بین بردن این آب قادر هستیم. یعنی اینقدر فکر نمی کنی انسان که ربی که این باران را داده، اون رب قادر است که این باران را از ما بگیرد. چطور بگیرد؟ مثلا همین آب را تبدیل به بخار بکنه ببره، اثرش هیچی تو زمین نمانه، یا آب را ببره ته زمین اینقدر پایین ببره که هرچی عمیق بزنید شما موفق نشید. لذا و انا علی ذهاب به لقادرون، ما برای از بین بردن این آب قادر هستیم، اما ما برای منافع شما این آب را میگذاریم برای شما. این آب بعد چی میشه؟ انسان بیچاره کمتر به این آیات الهی فکر میکنه. فانشأنا لكم به جنات من نخیل و اعناب، ما ایجاد کردیم به وسیله همین آب باغاتی برای شما، اینکه این باغات از نخل خرما و انگور هست. قبلا خدمت شما عرض کردم بیشتر باغات را وقتی الله ذکر می فرماید باغ انگور و نخل را ذکر می کند. چرا؟ چون اولا از نظر مخاطبین اولین قرآن مجید بهترین باغ اون بود که دیواره و چهار طرفش چی باشد؟ نخل باشد و داخلش انگور باشد. عرب خیلی این باغ را می پسندید، این دو میوه را دوست دار. و علت دیگه این که از همین دو میوه بیشتر مشروب و نبیز و هر چی هست درست میشه، هم از انگور و هم از خرما درست میکردن. لکم فیها فواکه کثیرا و منها تأکلون، برای شما در این فواکه زیاد است که به وسیله اون تفکه حاصل میکنید، خوش میگذرانید و از آن میخورید. و شجرتا تخرج من طور سینا، و همچنین انبتنا شجرتا، ما رویاندیم برای شما درختی که از طور سینا خارج میشه، تنبت بالدهن، او همراه با چی؟ با روغن میروید. روغن زیتون بهترین روغن هست، مفیدترین روغن هست، روغنی هست که ضمن این که اون روغنش را هم دارد مثل روغنهای دیگه ضرر نیست هیچ، که منفعت دارد برای تمام مشکلات بدن، حتی مشکلات گوارشی خوردن زیتون، مشکلات پوستی استفاده کردن زیتون، دردهای مفصلی، برای همه اینها. انسان وقتی میبینه خواصش را فکر میکنه که خدای تعالی همین را برای تمام امراض آفریده. و همچنین صبغ للآکل، خورشی هست برای آکلی. ماها کمتر سر و کار داریم با زیتون، اما جاهای دیگه از روغن زیتون به عنوان خورش هم استفاده میکنن، بالخصوص مردم عرب. یکی از بهترین غذاهای سبک شب نان با زیتون، با پنیر، با زعتر. اینقدر این از کنم خورش به اصطلاح خوشمزه میشه که این نان را شما مالش بده، آغشتهش بکن به وسیله زیتون، اول با به وسیله پنیر، بعد با زیتون،
مقدار زعتر که مخصوص هست برای زیتون است بریز روش، بعد میل بکن، هم غذای کاملی هست هم غذای سبکی هست و از نظر هضم چقدر راحته. و چیزهای دیگه، خوراکی های دیگه که زیتون هست، در هر عرض کنم که خوراکی ریخته میشه، در هر سالادی، در هر عرض کنم خورشی. لذا الله تعالی می فرماید این درخت را ما به وسیله همین باران رویاندیم، چه منافعی برای شما دارد؟ و علاوه از این، و ان لکم فی الانعام لعبره، همانا برای شما در چارپایان هم درس هست، هم موعظه هست. چارپایان چه استفاده های ما از حیوانات میکنیم؟ یکی از مهمترین استفاده هایش، نسقیکم مما فی بطونها، ما به شما را می نوشانیم از شکمش. چارپایان از شکمش، در جای دیگه شما خواندیم من بین فرث و دم، از وسط فرث و دم شیر خدای تعالی میده به ما، که الله تعالی چه خواصی، چه منافعی در شیر گذاشته. بسیاری از کمبودهای بدن را، بسیاری از ویتامین های بدن را الله تعالی به وسیله این شیر برطرف میکنه. بسیاری از مریضی ها هستن که مشکلات کمبود ویتامین در بدنشون دارن، گاهی استخوان درد میشن، پا درد میشن، دکترها تجویز میکنه میگه شیر بخورید، شیر استخوان بندیتون را مستحکم میکند، شیر کمبودهای بدنتون را جبران میکنه، بهترین غذا هست. لذا الله میفرماید اینا ما برای شما از لابلای این شکم حیوانات برای شما تجهیز کردیم، آماده کردیم. ولکم فیها منافع کثیره، برای شما در این چارپایان منافع زیادی هست، از پشم اونها، از موی اونها، حتی از پسفگنده و پشگل اونها، چه کودهای مردم میگیرن برای زمینهای خودشون، و همچنین برای ضد عفونی کردن محیط خودشون، از پوستشون بهترین لباس و گرانترین لباس، امروز اون لباس اصلی پشمیه یا لباس چرمیه، بهترین کفش اونی که از چرم اصل باشه. همه مردم الان قلابی یه چیزی درست میکنه میگه چرم اصلیه، به چه قیمتی گزافی؟ یعنی الله تعالی از این انعام و از این چارپایان چه منافعی به ما عطا کرده. نسقیکم مما فی بطونها ولکم فیها منافع کثیره، منافع زیادی برای شما در اون چارپایان هست. بعضی از این چارپایان مثل شتر بارهای ما را میبرند، خود ما را سوار میکنند، سفینه البر هست از این شهر به اون شهر. و منها تاکلون، از اونها هم شما میخورید، گوشتشون را هم استفاده میکنید. و علاوه از این استفاده کردن، و علیها و علی الفلک تحملون، بر اونها و بر کشتی شما حمل میشید، یعنی بر اون چارپایان بعضیشون مثل شتر عرض کردم شما سوار میشید، بارهایتون را شما میکشید. اینا چنان بارکش های هستن که جاهایی که هنوز مردم استفاده میکنه، الان بعضی شهرهای مثل شهرهای ما به نام متمدن هستن، نیازی به اینها احساس نمیکنه، اما بعضی شهرها هنوز مردم اینقدر که به اینها بار میکنند و میبرند، و اون گاری که پشت سر اینها میبندند و روش بار میکنه، حتی روی کامیون اینقدر بار نمیکنند. الله تعالی چه قدرت به اینها داده، چه منافع بیشماری برای ما اینها دارند، سبحان الله. پس تا اینجا دلائل عقلیه بود، دلائل عقلیه از آفاق، از آسمان خواندیم، از زمین خواندیم، از محصولات زمین خواندیم، از چارپایان خواندیم. اینا رو کی برای ما مسخر کرده؟ رب. اینا نعمت پروردگار هستند، لذا نعمت را استفاده نکنید و برید به سوی غیر الله، نعمت خدا را استفاده بکنید و کرنش بکنی غیر خدا را، فریاد بزنی غیر خدا را، استمداد به طلبید از غیر خدا، نکنید این کار را.
حاصل و نتیجه این دلائل عقلی همینه. ولقد ارسلنا نوحا، از اینجا به بعد دلائل نقلی شروع میشه، مضمون همون یکیه. الله عز و جل پیامبران را هم فرستادند، پیامبران هم همین مطلب را گفتند، یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. همون چیزی که حاصل این دلیل عقلی بود، حاصل دلیل نقلی هم همینه که ای قوم، ای مردم، فقط الله را عبادت کنید، نعمتهای خدا را در استفاده می کنید، چرا به در غیر میرید؟ اعبدوا الله، فقط الله را عبادت کنید. خب در ادامه داستان سیدنا نوح علیه السلام است که ما بیشتر به ترجمه بسنده می کنیم، چون این داستان را چند بار شما خواندید، بالخصوص در سوره هود به تفصیل خواندید، یک مقداری عقب هستیم، انشاءالله جلوتر بریم. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، همانا ما فرستادیم نوح را به سوی قومش، فقال یا قوم اعبدوا الله، ای قوم فقط الله را عبادت کنید، ما لكم من اله غیره، نیست برای شما، این علت است، چونکه نیست برای شما هیچ معبودی غیر از الله نیست، لذا چرا غیر خدا را شما عبادت میکنید؟ افلا تتقون، آیا شما از خدا نمی ترسید؟ یا یعنی اینکه اگر تقوی را به معنی پرهیزگاری بکنیم، افلا تتقون عبادت غیر الله، آیا شما پرهیز نمی کنید، دوری نمی کنید، اجتناب نمی کنید از عبادت غیر الله؟ اما اناد قوم، ببین پاسخ قوم، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، گفتم ملع درباریان، سرداران، اشراف زادگان، اونهایی که کفر کردن از قومش، اولین اعتراض همیشه بشریت پیامبر، ما هذا الا بشر مثلكم، این نوح نیست مگر بشری مثل شماست، بشر نمیتونه پیامبر بشه، این دیدگاه تمام مشرکین گذشته بوده، یرید ان یتفضل علیکم، این بشر میخواد که بر شما برتری داشته باشد، بر شما فضیلت داشته باشد، این به این فرستاد. ولو شاء الله لانزل ملائکه، اگر الله میخواست فرو میفرستاد ملائکه، فر میفرستاد، ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين، ما چنین چیزی در پدران اولین خودمون نشنیدیم که بشری بیاد پیغمبر بشه، این هو الا رجل به، نیست این نو مگر مردی هست که به جنتون، به او جنون است، چی دارد؟ جنون و دیوانگی دارد، فتربصوا حتی حین، بس منتظر باشی تا مدتی، تا مدتی که خودش بمیرد تمام بشه، این نهضت هم تمام میشه، این پیام هم به پایان میرسه. وقتی که نوح علیه السلام دید که اینها دیگه قابل هدایت و ایمان نیستند، دعا کرد، قال رب انصرنی بما کذبون، بار اله مرا یاری کن به سبب اینکه مرا تکذیب کردن، قبولیت دعا، فاوحینا الیه ان اصنع الفلک، ما وحی کردیم به سوی نو که کشتی را بساز، به اعیننا، به اعین نظیر نظر ما، یا با کمک و امداد ما، و وحینا و دستور ما، اشاره ما، فإذا جاء أمرنا وفارت تنور، زمانی که امر ما آمد، امر ما امرنا بالعزام، و تنور فواره زد، گفتیم که علامت آغاز چی بود؟ فواره و از تنور، و این هم عرض کردم که مراد تنور خاصی نیست، چون تنور جایی هست که اونجا دیگه همیشه آتش روشن، اونجا اثری از آب نیست، اونجا که آب فواره بزد بدون که عذاب است، فسلق فيها من كل زوجين اثنين، ببر اي نو در اون کشتی از هر جفت دوتا، و اهلك تمام اهل و عیالت را، الا من سبق علی القول منهم، مگر کسانی که پیشی گرفته قول درباره اونها، قول عذاب، یعنی خدا قبلا برای اونها عذاب نوشته، اونها نمیان با تو، ولا تخاطبنی في الذين ظلموا، مواظب باش من پروردگار را خطاب نکن، یعنی سفارش هم نکن درباره مشرکین، درباره کسانی که ظلم کردند، شرک کردند، انهم مغرقون، اینا همه غرق میشن، باید اینها از بین برند، فاذا استویت انت ومن معك على الفلك، ای نوح وقتی که تو
و همراهان تو بر کشتی مستوی شدید و سوار شدید، حمد و شکر خدا را به جا بیار. کدوم حمد؟ حمدی که خدا تو را نجات داد. فقل الحمد لله، بگو الحمد لله، تمام مدح و ثنا و تعریف و صفت برای الله. الذي نجانا، اون الله که ما را نجات داد. من القوم الظالمين، از قوم ظالم. لذا شما تو کشتی سوار میشید، بعدا چند روزی که تمام شد این دعا را بخوان. وقل رب انزلني منزلا مباركا، بگو بار اله مرا فرود بیاور، محل فرود مبارکی، جای مبارکی که جای عذاب نباشه. و انت خیر المنزلین، تو بهترین فرود آورنده هستی. لذا الله تعالی می فرماید ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین، همانا در این نشاناتی است بر قدرت ما، اینکه ما قوم نوح را هلاک کردیم و ما همانا ما بودیم امتحان کنندگان، ابتلا کنندگان، یعنی امتحان کردیم قوم نوح را و بعد از امتحان به عذاب گرفتار کردیم. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، بعد از نوح ما ایجاد کردیم قرن دیگر، یعنی در قرنهای بعدی قوم دیگر. جلالین نوشته هم قوم، هم عاد، اینا کی هستند؟ عاد هستند. هم وقتی آیات را شما میخوانید هم اشاره به عاد هست، هم سمود هست، چون عذابی که ذکر شده اون عذاب بیشتر مال سموده. پس هر دو قوم میتونه مراد باشه، هر دو بالاخره الله تعالی ادغام کرده. فارسلنا فیهم رسولا منهم، فرستادیم در میان اونها رسولشان هود را از آنان. ان اعبدوا الله، با این مضمون که الله را عبادت کنید. ما لکم من اله غیره، نیست برای شما هیچ معبود بجز الله. افلا تتقون، افلا تتقون عبادت غیر الله. وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، الله می فرماید گفت اون درباریان از قومش، آنهایی که کفر کردند و تکذیب کردند ملاقات آخرت را، قیامت را قبول نداشتند، چی گفتند؟ اطرفناهم فی الحیات الدنیا، اونهایی که کذبوا بلقاء الآخرة و اطرفناهم، اونهایی که ما در دنیا، در زندگی دنیا به اونها طرف داده بودیم، خوشگذرانی در دنیا با عیش و نوش می گذراندن. اونا چی گفتن؟ ما هذا الا بشر مثلكم، اشکال و ایراد این پیامبر اینه که بشری است مثل شما. یاکلوا مما تاکلون، از چیزی که شما می خورید اونم می خوره. و یشربوا مما تشربون، از چیزی که شما می نوشید اونم می نوشه. پس فرق شما او چیه که او رسول هست و شما امت بشید؟ و نباید ما بشری را اطاعت بکنیم. ببین همیشه تکبر و تعصب، این دوتا مریضی خطرناک باعث میشن که انسان از ایمان محروم بمانه. لذا آنها گفتن ولا ان اطعتم بشرا مثلكم، اگر شما اطاعت کردید بشری را مثل خودتون، انکم اذا لخاسرون، همانا شما در این هنگام از خساره کنندگان و زیانکاران هستید. ایعدکم، ببین عمدتای ایرادی که میگرفتن یکی بر توحید، یکی بر قیامت. ایعیدکم انکم اذا متتم، شما را وعده میده این که شما هر وقتی مردید و کنتم ترابا و عظاما، و شما تبدیل به خاک و به استخوان پوسیده شدید، انکم مخرجون، شما دوباره از قبرها بیرون کرده میشوید. هیات هیات، یعنی بعد بعد، بدور از واقعیت، بدور از عقل است این، هیچ عقلی نمیپذیرد که لما توعدون، اون چیزی که شما وعده داده میشه. نه خیر، کی گفته دوباره زنده شدنی است؟ پس چیه؟ ان هی الا حیاتنا الدنیا، نیست مگر همین زندگی دنیای ماست. نموت و نحیا، در همین دنیا میمیریم، در همین دنیا زنده هستیم. و ما نحن بمبعوثین، و ما نیستیم مبعوث، یعنی مبعوث بعد الموت، بعد از مرگ ما دوباره بلند کرده نمیشویم. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، الله می فرماید نیست این مگر مردی که افترا گفته بر الله، دروغ به هود می گفتند. و ما نحن له بمؤمنین، ما بهش ایمان نمیاریم، ما بهش ایمان
وقتی که اینه گفتن حضرت هود علیه السلام دعا کرد قال رب انصرنی بما کذبون، بار اله مرا یاری کن به سبب اون چی که مرا تکذیب کردن، تو کمک کن، تو به عذاب گرفتارشون بکن. الله تعالی اجابت فرمود قال عما قلیل لیصبحن نادمین، به همین نزدیکی اینها پشیمان می شوند. اما قلیل لیصبحن حتما می شوند نادم و پشیمان. بالاخره فاخذتهم الصیحه بالحق، صیحه و اون فریاد اونها را به حق گرفت. فجعلناهم غثاء، و میشه که قبل از اون طوفان، طوفان آغاز شد با صیحه و همون فریاد. فجعلناهم غثاء، الله میفرما ما اونها را قرار دادیم خاشاک، یعنی اینها چنان تکه تکه و ریزه ریزه شدن مثل خاشاک. این طوفان وقتی می آمد بلند می کرد اینها را، می زد به زمین، تکه تکه شدن. فبعدا للقوم الظالمین، دوری برای قومی که ظلم کرد، شرک کرد. دوری از چی؟ دوری از رحمت خدا در دارین. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، سپس ما ایجاد کردیم بعد از قوم عاد قرون دیگری را، انسانهای مختلفی را. در هر قرنی ما تسبق من امت اجلها، هر امتی هر گروهی که آمد از مدتش سبقت نگرفت. و ما یستاخرون، از مدت و اجلش تاخیر نشد، یعنی اون اجلی که خدا تعیین کرده بود برای مرگشون، برای عذابشون، یک ثانیه جلوتر از اون اجل نشدن، یک ثانیه مؤخر هم نشدن. ثم ارسلنا رسولنا تترا، سپس ما پیامبران خودمون را فرستادیم. این دلیل نقلی از اجمالی از انبیا، همه پیامبران را فرستادیم تترا، یعنی متواترین پی در پی پشت سر هم. پیامبر آمد، این پیامبر رفت، دیگری آمد، این رفت، دیگری آمد. اما امتها چیکار کردند؟ کلما جاء امتا رسولها، هر امتی که رسولش می آمد، پیامبرش می آمد، کذبو، او را تکذیب می کردند. لذا ما هم هلاک می کردیم. فاتبعنا بعضهم بعضا، ما دنبال کردیم، پشت سر کردیم بعضی را بر بعضی، یعنی پیشینی ها را که فرستادیم اینا را پشت سرشون فرستادیم. اتبعنا یعنی اهلکنا بعضهم فی اثر بعض، بعضی را بعد از بعض دیگه هلاک کردیم، ما هم دیگه نگذاشتیم اینها زیاد زنده بمانند. و جعلناهم احادیث، و اونها را ما سخن قرار دادیم، یعنی افسانه. الان اونها به عنوان افسانه هیچ وجودی ندارند، هیچ اثری از اون اقوام با اثر نیست. فبعدا لقوم لا یؤمنون، پس واقعا دوری از رحمت پروردگار در دارین برای قومی که ایمان نمی آورد. على ای حال ما همین پیامبران را فرستادیم، فرستادیم، این سلسله ادامه یافت. بعد از عاد قوم ثمود بود، بعد از قوم ثمود قوم لوط بود، قوم شعیب بود، اینا همه آمدند تا اینکه نوبت به موسی و هارون رسید. ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون، موسی را فرستادیم، برادرش هارون را فرستادیم، به آیاتنا و سلطان مبین، همراه با آیات خودمون، با معجزات، با معجزات آشکار و آیات روشن، الی فرعون و ملئه، بسوی فرعون و دربار، یعنی فرعون فرستادیم. فاستکبرو، تکبر کردن از قبول حق. و کانو قوما عالین، این داستان هم شما خواندید، قوم متکبری بوده. فقالو، عمدترین تکبر، ببین همه تکبرش مثل هم بود، ما بیاییم و خادم بشر بشیم، تابع بشر بشیم. فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا، آیا ما ایمان بیاوریم به دو تا بشر که مثل خود ما هستند؟ و قومهما لنا عابدون، در حالی که قوم آنها عابد ما هستند، خادم ما هستند. بنی اسرائیل نه، خادم کی بود؟ فرعون بود، فرعون اونها را عبید قرار داده بود و برده قرار داده بود.
لذا اینا که برده های ما هستن، ما بیایم تابع اونها بشیم، این تکبر بود. فکذبوهما، آن هر دو را تکذیب کردن، یعنی موسی و هارون را، فکانو من المهلکین، لذا خودشون از هلاک شدن، شمندگار شدن، هلاک شدن، خدا نابودشون کرد. ولقد آتینا موسی الکتاب، بعد از هلاکت فرعون الله می فرماید ما به موسی کتاب دادیم، یعنی تورات دادیم، لعلهم یهتدون، اون امت دعوت بود، امت اجابت، تاکه هدایت بشند، یهتدون لدین الحق، هدایت به دین حق بشند. اما بعضم هدایت نشدند، بنی اسرائیل تمرد کرد، سرکشی کرد. شما خواندید در سوره های مختلف چقدر بنی اسرائیل اذیت کرد، و آخرین سلسله از انبیای بنی اسرائیل که عیسی بود، حتی او را هم انکار کردند. و جعلنا ابن مریم و امه آیه، قرار دادی ما فرزند مریم را، یعنی عیسی را، عیسی ابن مریم را، و همچنین مادر او را، آیتا، نشان قدرت خودمون، بدون پدر خدا پیدا کرد، این نشان قدرت. و آویناهما، هر دو را جای دادیم. ایوا چی را میگن؟ جای دادن را میگن، پناه دادن را میگن. ببینید بعضی معتقدند که عیسی علیه السلام وقتی که بدون چی پیدا شد، بدون پدر، بسیاری از عیسی احساس خطر می کردند. لذا عیسی وقتی که بچه بود، تقریبا 10-12 سال، پادشاهی دنبال بود که عیسی را از بین ببرد. مریم علیه السلام متوجه شد، عیسی را برداشت و رفت جایی، فرار کرد، تا مدتی مخفی شد. به همین خاطر علامه آلوسی نوشته اینجا و آوینا هما، اونها را جای دادیم، نوشته و ذکر ان سبب هذا الایوا، ذکر شده که سبب این ایوا و پناه دادن چی بود، ان ملک ذلك الزمان عزم على قتل عیسی، پادشاه اون زمان عزم کرده بود که عیسی را بکشد. ففرت به امه، مادرش اون را برداشت و رفت، لذا برد او را الان بیت لحم بود، بیت المقدس برد، یا به بیت لحم برد، بالاخره او را برد. الله می فرماید و آویناهما، او را جای دادیم، الى ربوت، ربوه بلندی را میگند، ارتفاع را میگند. اما یه جای بلندی بود، خب ببینیم ربوه مثل کوه، اما سر کوه نمیشه زندگی کرد، اما بعضی بلندی هستن که خدا طوری درست کرده اونجا راحت میشه زندگی کرد. لذا میفهمن الى ربوت ذات قرار، ربوهی بود که اونجا دارای قرار بود، یعنی میتونستی اونجا راحت قرار بگیری، استراحت کنی، خانه بسازی، و همچنین و معین، چشمه جاری بود. معین آبی که سر زمین باشد، چشمه بود سر زمین. لذا بعضی گفتن که این جایی بود که مریم فرار کرد، بعضی گفتن نه، قال ابن عباس هي بیت المقدس، قال قتاده كنا نحدث ان الرب و بیت المقدس، چون بیت المقدس در جای بلندی است. و بعضی همونه که مثل آلوسی گفتن فرار کرده بود، بعضی میگن نه، اینجا منظور وقت ولادت است، الى ربوة ذات قرار و معین. شما خواندی اونجا جای بالایی بود، جبرائیل از پایین صدا کرد و ناداها من تحتها الا تحزنی، پایین جبرائیل بود، اون بالا بود. پس این همون جایی هست که عیسی را به دنیا آورد، محل ولادت عیسی. والله اعلم، صدق الله مولانا العظیم. استراحتی بفرمایید و برگردید.